آره آره همش درسته. آره اینا هستین. بچه چی کار به این داری؟ چرا اینا بغ کشیدی؟ بیا بیا واسه با بازی خودت بازی کن. همین حساب کتابا رو به هم زد. در برنامه این هفته نگاهی میندازیم به فناوری ویژه بچه ها. همینطور گزارشی داریم راجع به جستجوی بصری یا ویژوال سرچ. اخبار فناوری رو داریم و وبسایت ها و اپلیکیشن های تازه رو در وب نورد. خوش اومدید به کلیک، من نیما اکبرپور هستم. میگن فناوری برای بچه های این دور زمونه مثل آب برای اسفنج، سریع جذبش میکنن. اونا با این فناوری ها به دنیا اومدن و باش رشد کردن، طبیعی که سریع یاد بگیرن. اما سوال امروزمون اینه که بهتره براشون وسایل مخصوصشون رو خرید یا اینکه بهشون اجازه داد تا از کامپیوتر و وسایل پدر مادرشون استفاده کنن. عادل شایگان رفته به دنبال پاسخ این پرسش. این صحنه یکی احتمالاً برای خیلیاتون آشناست. همه بچه‌ها عاشق دکمه‌ها و چراغ‌های چشمک زن و خلاصه تکنولوژین. و دیگه نیازی نداره که بخوایم بگیم چقدر به موبایل و دوربین هم علاقه دارن. و با وجودی که تقریبا همه این وسایل مدل اسباب بازیش هم در بازار موجوده، ولی در بیشتر موارد بچه‌ها ترجیح میدن همون لوازم اصلی رو استفاده کنن. البته وقتی بچه‌ها بزرگتر بشن حق انتخاب بیشتری داریم، چون که میتونیم از بین ابزارهای رنگارنگ و با دوام مثل لپتاپ‌های مخصوص بچه‌ها و گوشی‌های شبیه به بلک بری هر چی بخوایم انتخاب کنیم. این ابزارها برای سنین مختلف طراحی شدن تا بچه‌ها با بی‌خطرترین روش ممکن با تکنولوژی آشنا بشن. من الان دارم تلاش می‌کنم که از این لپتاپ بچه‌گونه سر در بیارم و خب شاید بهتر باشه نشونتون بدم که از کل این مانیتوری که اینجا داره فقط این یه تیکه وسطش قابل استفاده است که یه LCD سیاه‌سفید مال عهد دقیانوس هم روش گرفتن گذاشتن، آدم یاد این ساعت‌های کامپیوتری 1000 سال پیش میندازه. و حالا نهایتا میشه از بین این گیم ها و اپلیکیشن هایی که اینجا هست حالا در نهایت یکی رو انتخاب کرد و اجرا کرد. از یه جهت که حالا شبیه لپتاپ در آوردنش خب میتونه جالب باشه، فکر کنم حالا بچه‌ها از چنین حالتی خوششون بیاد و حالا اون کیبورد و ماوسی هم که همراه باش اومده خب باعث میشه که خورده تمرین کنن و کار کردن با کیبورد و ماوس یاد بگیرن. ولی خب از نظر دیگه تصویر و کیفیت حالا گیم و اپلیکیشنی که داره ارائه میده نمیدونم، فکر کنم خیلی نظر حالا یه بچه 5 6 ساله رو جلب نکنه. و اما اگه میخواین بچه‌هاتون به هنر عکاسی علاقه‌مند باشن فکر کنم بد نباشه این دوربین بامزه صورتی رنگ رو امتحان بکنید. به نظرم چیز خیلی خیلی بامزه میاد و خصوصا با این بدنه نرم و همچنین بدون زوایای تندی هم که داره فکر کنم قاعدتا برای بچه خیلی چیز خیلی مناسبی باشه. منتها چیز خیلی خیلی بامزه‌اش اینه که این دو تا ویو فایندر یا بخش چشمی دوربین داره که باعث میشه اینجوری خب بچه‌ها اگه بخوان عکس بگیرن با خیال راحتی که با دو تا چشمشون نگاه کنن، نه فقط با یه دونه چشم که حالا ممکنه براشون سخت باشه. منتها یه چیز خیلی خنده‌داری که در مورد این دوربین مطرحه بخش لنزشه که درست مثل چشهای آفتاب پرست نمیدونم چرا هی بالا و پایین میره. این حالا نمیدونم برای اینه که یه خورده بچه سر کار بمونه یا حالا حکمتش چیه رو دقیق نمیدونم، ولی خب اگه مثلا کسی به این لنز دست بزنه بچه میاد اینو نگاه میکنه و فکر میکنه که عکس گرفته در حالی که داره سقف رو عکس میگیره. حالا بالاخره اسباب بازیه دیگه. و البته مثل بقیه تکنولوژی های مخصوص بچه‌ها خیلی پیشرفته نیست، مثلا در حد 2 مگاپیکسله. پس با این حساب بیشتر پول بسته‌بندی جذاب و دوامش رو میدیم. البته هم رو خودش گیم داره و هم میتونه صورت‌ها رو به شکل‌های خنده‌دار تغییر بده. اما وقتی صحبت اسباب بازی بزرگ‌ترا به میاد هیچی مثل تبلت نمیشه. و طبیعتاً بچه‌ها هم از موج تبلت بی‌نصیب نموندن. الان این دوتا اسباب بازی که دست منه هر جفتشون به هر صورت به لحاظ ساختاری تبلت محسوب میشن، چون که به هر صورت کامپیوتر ریزمیزه هستن و روی خودشون تاچ اسکرین دارن. در نتیجه یعنی همون کاری رو که حالا مثلا با تبلت عادی میتونیم بکنیم با اینا هم میشه انجام داد. اپلیکیشن هایی که روی هر جفتشون به اصطلاح نصب میشه به دو طریق میتونه به اصطلاح اضافه بشه. یکیش استفاده از کارتریج که در واقع آدمو یاد کنسول های قدیمی میندازه و روش دوم هم استفاده از USB پورت USB که مستقیما به کامپیوتر وصل بشه و از اون طریق در واقع شما اپلیکیشن دانلود کنید و بعد در نهایت روش نصب بکنید.
و معناش اینه که هیچ کدوم از این دوتا تبلت مستقیما به اینترنت وصل نمیشن. همه اپ ها رو با پی سی خودتون دانلود میکنین و از طریق یو اس بی روی این تبلت مخصوص بچه ها میریزین. پس بچه ها نمیتونن وارد اینترنت بشن و اینطوری میتونین کنترلشون کنین. البته چون هر دو تای اینا اسباب بازی هستن، خب نمیشه انتظار داشت که باتری قابل شارژ روشون گذاشته بشه. در نتیجه از همین باتری‌های قلمی عادی استفاده میکنن که خب حالا هر چنگای باید عوضشون بکنیم. منتشر ایرادی که حالا بشه بهش گرفت در واقع خود صفحه تاچ اسکرین این دو تا دستگاه است که چون از قطعات حالا ارزان‌تر سعی شده که در تولیدش استفاده بشه، در نتیجه یه خورده از حیث پاسخ‌دهی به حرکات دست اونقدر که باید و شاید همچین تیز و فرز نیست مثل مثلا یه آیپد یا مثلا یه حالا تبلت دیگه یه اندرویدی. این یه خورده نظر منو جلب میکنه که اگه قرار بر این باشه که یه بچه‌ای حالا با یه دستگاه یه خورده بهتر اگه از بازی کرده باشه، شاید حالا این یه تیکه خیلی اینجوری براش جالب نباشه. بزرگتر ها عمدتاً دوست دارن که برن سراغ جدیدترین تکنولوژی ها. مثلا خودم هم همینطورم. منتها تبلت لید پد برای گروه سنی 4 تا 9 سال طراحی شده. ما این دستگاه رو بر اساس سیستم فکری اونا طراحی کردیم. بنابراین سرعتش برای اونا مناسبه. با این حساب درسته که ممکنه برای بزرگترهایی مثل من و شما فناوری تازه‌ای نباشه. ولی برای بچه های 4 ساله تکنولوژی روز به حساب میاد. یکی از مهمترین عوامل قیمت این دستگاهه که تلاش کردیم تا حد امکان ارزون در بیاد، چون نمیخوایم دسترسی بهش رو برای مردم سخت کنیم. اما در این حال برامون مهمه که فناوری روز رو در اختیار بچه ها قرار بدیم. شرکت کانادایی سازنده این تبلت هدفی کاملا متفاوت رو دنبال میکنه. تبلت وینچی نه تنها شبیه یه تبلت واقعیه، بلکه همون حس رو هم منتقل میکنه. قیمتش هم حدود 400 دلاره که به نسبت قیمت بالاییه. با اندروید کار میکنه و صفحه‌ش هم خیلی سریع عکس العمل نشون میده. و البته مثل بقیه تبلت های مخصوص بچه ها به اینترنت وصل نمیشه و اپ ها بازیاش مخصوص بچه ها طراحی شده. البته یه راه حل بهتر هم واسه آموزش تکنولوژی به بچه هاتون وجود داره. اونم اینه که تبلت خودتون رو بدین بهشون. یکی از مهد کودک‌های بریتانیا تصمیم گرفته برای کارهایی مثل رنگ‌آمیزی و قصه خوندن به بچه‌ها آیپد بده. به نظر ما فناوری‌های تبلت‌های بزرگسالان چه اندروید و چه آیپد کامل‌تره و ما رو بهتر به سمت آینده هدایت می‌کنه. دستگاه‌های مخصوص بچه‌ها در نوع خودشون خوبن، ولی مثل ابزارهای مخصوص بزرگسالان نمیتونن در دراز مدت با کاربر تعامل مناسبی داشته باشن. ما دوست نداریم شاگردامون از کامپیوترهای از رده خارج شده استفاده کنن. اونا از کامپیوترهای پدر مادرشون استفاده میکنن. پس چرا از ابزارهای مجهز به تاچ اسکرین مثل تبلت استفاده نکنن؟ بچه ها در دنیایی متولد میشن که همه چی براشون جدیده و تکنولوژی دیجیتال بخشی از زندگی روزمره است. بنابراین برای یک بچه امروزی یه آیپد مثلا به همون اندازه یک موز جدید محسوب میشه، چون از وقتی چشمشو باز کرده آیپد موجود بوده. با نگاهی دقیق تر متوجه میشیم که استفاده از صفحه تاچ اسکرین نسبت به کیبورد و ماوس آسون تره. مثلا به این بچه یه ساله نگاه کنین، اونقدر به دست کشیدن روی تبلت عادت کرده که نمیفهمه چرا تصاویر مجله به حرکت دستش عکس العمل نشون نمیدن. ترسی که درباره فناوری مطرحه اینه که چون خیلی ایجاد انگیزه میکنه و سریع به خواسته هاتون میرسین، ممکنه بهش اعتیاد پیدا کنین. اما در این حال این نوع اسباب بازی ها به بچه ها کمک میکنن که هم به استفاده از فناوری عادت کنن و هم یاد بگیرن که تکنولوژی فقط بخشی از زندگیه، نه اینکه کل زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده. علاوه بر اینا باید یه حس انتقادی هم در اونا پرورش داده بشه تا متوجه بشن که کجاها تکنولوژی مفیده و کجاها نیست. اصولاً تجربه های سه‌بعدی مثل تماس با آدم ها یا خوندن کتاب هایی که تصاویر ازشون بیرون میاد بیشتر موجب حیرت و لذت بچه های کوچیک میشه تا یه چیز دوبعدی. کلن اپ های آموزشی زیادی برای آیپد و تبلت های اندرویدی ساخته شده و خیلی هاشون از اپ های تبلت های بچگانه ای که قبلا دیدیم ارزون ترن، حتی بعضی وقتا مجانی هن. البته سازنده های تبلت های مخصوص بچه ها معتقدن که اپ هاشون از کیفیت بی‌رقیبی برخوردارن. بعضی اپ های گرونتر لوازم اضافی دارن. مثلا زیر این ماشین اسباب بازی سنسورهایی وجود داره که به همراه اپ
تبلت رو به یک همبازی مجازی تبدیل میکنه. و یا این مداد شمعی دیجیتال کمکتون میکنه بدون کثیف کردن جایی نقاشی کنید. خب پدرها و مادرها و والدین با ما تماس بگیرن و نظرشون رو درباره این موضوع بگن. آیا بچه‌ها باید از کودکی با فناوری آشنا بشن، باش کار کنن، یا اینکه به نظرشون ضرر داره براشون از نظر روحی و جسمی؟ نظرتون رو برامون ایمیل کنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk. اما حالا وقتشه که بریم سراغ اخبار فناوری هفته. نمایشگاه سالانه محصولات الکترونیک یا CES در لاس وگاس در حال برگزاریه. امسال هم مدل‌های جدید تلویزیون حضور قدرتمندی دارن. شرکت شارپ یه تلویزیون 3 بعدی 80 اینچی رو به نمایش گذاشته که در عین حال به قابلیت دوال تاچ یا لمس دو انگشتی صفحه تصویر هم مجهزه. این شرکت همچنین اولین تلویزیون 8K یا 8000 پیکسلی رو هم به CES آورده که وایفای رو خودش داره و یه سری اپلیکیشن مخصوص هم از پیش روش نصب شده. این تلویزیون سامسونگ هم مدعیه که به این زودی‌ها قدیمی و از رده خارج نمیشه، چون که یه اسلات مخصوص آپگرید روی این دستگاه کار گذاشته که میشه در صورت نیاز مثل کامپیوتر تکنولوژیش رو به روز کرد. در عین حال میشه به کمک یه دوربین داخلی با استفاده از حرکات دست تلویزیون رو کنترل کرد. سونی هم یه تلویزیون فوق باریک با صفحه تصویر OLED آورده تو این نمایشگاه. و دست آخر LG هم در یک حرکت متفاوت یه تلویزیون اندرویدی به نمایش گذاشته که میشه به صورت صوتی بهش دستور داد و کنترلش کرد. از طرف دیگه اینتل هم یه سری از گوشی‌های جدید موبایل رو در CES ارائه کرده که برای اولین بار مجهز به پردازنده متفیلد هستن. اینتل این چیپ کم مصرف رو اختصاصاً برای دستگاه‌های قابل حمل طراحی و تولید کرده. گوشی K800 ساخت لنوو پاییز امسال ابتدا وارد بازار چین میشه و احتمالاً کمی بعد هم باید منتظر فروش جهانیش باشیم. در هفته‌های آینده گزارش‌های بیشتری از این نمایشگاه براتون خواهیم داشت. و خبر آخر این که گوگل قصد داره به زودی اطلاعات موجود در شبکه اجتماعیش گوگل پلاس و پیکاسا سرویس اشتراک عکسش رو هم در نتایج جستجوی کاربرا بگنجونه. به گفته مدیران گوگل این اقدام در جهت نزدیکتر کردن نتایج جستجو به زندگی کاربر و روابط اجتماعیشه. هرچند که این کار گوگل خشم شبکه‌های اجتماعی رقیب از جمله توییتر رو برانگیخته، چرا که فقط اطلاعات گوگل پلاس کاربر موقع سرچ ظاهر میشه و فیسبوک و توییتر و بقیه در نظر گرفته نمیشن. میگن که صفحه‌گیرید و ماوس طبیعی ترین ابزار برای جستجو در اینترنت نیستند، اما ما مجبوریم ازشون استفاده کنیم، چاره ای نداریم، برای اینکه کامپیوترها زبون آدمیزاد حالیشون نمیشه. اما به نظر میاد که اوضاع کم کم داره عوض میشه. مردم این روزا به موبایلاشون دستور میدند، یا جلوی کینکت قرقمیش میان، یا به کامپیوترشون تصویر نشون میدند. معنی همین اتفاقات اینه که ما دیگه میتونیم با روش‌های تازه‌ای از یک پایگاه دانش عظیم به نام شبکه جهانی وب سوالاتمون رو بپرسیم، اونم به سادگی نشون دادن اون چیزی که میخوایم دربارش بیشتر بدونیم. گزارش بعدی دقیقاً به همین موضوع میپردازه. دنیای وب نسبت به قبل تغییرات شگرفی کرده. اقیانوسی از اطلاعات و تصاویر رنگارنگ. ولی راه جستجو روی وب هنوز همون روش قدیمیه. کیبورد و تایپ کلمات کلیدی چیزی که دنبالشیم. در حالی که یه تصویر ارزش هزاران کلمه رو داره و باهاش میتونین دقیق‌تر بگین دنبال چی هستین. هرچی پدیده وب بلوغ بیشتری پیدا میکنه، کاربراش رو بیشتر به سمت تصویری فکر کردن سوق میده و با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های آنلاین کاربر، موتورهای جستجو در شرف یه تحول بزرگن. جستجوی تصویری یعنی سرچ کردن یه عکس به جای نوشتن اسمش یا کلمات مربوط بهش. این فناوری نخستین بار 2 سال پیش توسط گوگل به کار گرفته شد، اپ گوگل گاگلز. عکسی که با گوشیتون گرفته بودید رو اسکن میکرد و در موردش بهتون اطلاعات میداد. این اپ اولش فقط روی اندروید در دسترس بود و میتونست عکس بگیره و یه سری چیزها رو شناسایی کنه. اما بیشتر روش کار کردیم تا بتونه چیزهای بیشتری رو شناسایی کنه. حالا گوگل گاگلز جزی از اپ گوگل iOS هم هست و همین تازگی ها نسخه جدیدتری ازش معرفی کردیم که به عکس گرفتن هم احتیاج نداره. کافیه دوربینتون رو به سمتش بگیرید و دکمه رو نگه دارید تا خودش کارا رو ادامه بده. پیشرفت فناوری تشخیص تصویر
در کنار گوشی‌های امروزی که هم قدرت پردازش بالایی دارن و هم با جی پی اس میتونن مکان دقیقمون رو شناسایی کنن، منجر به تحول جهان تصاویر دنیای فناوری شده. از جمله تکنولوژی واقعیت افزوده یا augmented reality که بعد جدیدی به دنیای دور و برمون اضافه میکنه. ویدیوها و اطلاعات افزوده شده در جاهای مختلف ظاهر میشن. کافیه بدونین کجا رو نگاه کنین. ما در واقع بهش میگیم وبگردی تصویری و نه جستجوی تصویری، چون مدام تویش چیزهای جدید کشف میکنیم، چیزهایی که لزوماً دنبالشون نمیگشتیم، مثل راه رفتن توی موزه یا گالریه که با نگاه کردن به دوروبرتون کلی چیز جدید یاد میگیریم. این اپ‌ها به درد وقت گذرونی و سرگرمی هم میخورن. میتونن با گرفتن یه عکس از اطرافتون مکانتون رو تشخیص بدن و ویدیوهایی که ممکنه براتون جالب باشه رو پخش کنن. مثلا اگر تو استادیوم منتظرین بازی شروع شه، میتونین برای اینکه زمان کن نگذره بشینین ویدیوهای مربوط به تیم محبوبتون رو تماشا کنین. اپ اورزما برای ما طرفدارای فوتبال خیلی عالیه، چون همیشه همراه باشگاه مورد علاقمون هستیم و 24 ساعته به اخبارشون دسترسی داریم. اگه از بازی جا بمونیم میتونیم حداقل گلاشو نگاه کنیم و سر حال بیایم. بعضی وقتا هم مجبوریم گلای تیم رقیبو نگاه کنیم. اما فناوری تشخیص تصویر با وارد شدن به پروسه انتخاب و خرید کردن کاربرا، راه پول درآوردن رو بر سازنده های اپ هموار کرده. اپ هایی که با همون میان خرید و تو انتخاب کردن کمکمون میکنن. برای مثال دارین توی مرکز خرید قدم میزنین، یهو یه کالای چشتون رو میگیره و دلتون میخواد بخرینش، اما دوست دارین اول اطلاعات بیشتری راجبش داشته باشین. خب با تکنولوژی جستجوی تصویری این کار خیلی راحت شده. کافی کالایی که ازش خوشم اومده رو با دوربین موبایلم یه عکس ازش بگیرم و بعدش با این اپ میتونم تمام اطلاعاتی که روی اینترنت در موردش وجود داره رو پیدا کنم. البته این نوع اپ ها فقط در مورد عکس اجسام سخت با قالب بندی مشخص و طرح و لوگوها خوب جواب میدن، ولی اگر مثلا دنبال لباس خاصی باشین حسابی گیج میزنن، چون زاویه‌ای که از لباس عکس میگیرین یا بدنی که لباس توشه میتونه متفاوت باشه و اپ تشخیص درستی نده. همینطور اگر مثلا بخواین دنبال کفشی بگردین که به لباسی که عکسشو دارین بیاد، الگوریتم‌های خاصی باید در طراحی اپ به کار برن. عده‌ای به این فکر افتادن و دارن روش کار میکنن. یکی از نتایجش اپ اسنپ فشنه که به زودی به بازار میاد. این اپ میتونه عکس یه لباس که تن کسی یا توی مجله دیدید رو اسکن کنه و چندین لباس مشابهش با مشخصات جاهایی که میتونین لباس رو ازش تهیه کنید بهتون بده. همه طراحان این اپ ها از اصول و الگوریتم های یکسانی استفاده می کنند. کاربر فقط یه تصویر بهتون میده بدون هیچ اطلاعات اضافه و شما باید از لابلای پیکسل های عکس اطلاعات مورد نیاز رو بکشین بیرون. بعضی اپ ها با استفاده از ترکیب تصویر و کلمه و اطلاعات ثبت شده در خود عکس این کار رو می کنند. بعضی ها هم مثل ما سعی می کنند از موضوعات و چیزهای مربوط به عکس بفهمن کاربر دنبال چی می گرده و چی تو سرش می گذره. طراحان این اپ‌ها پولشون رو از تبلیغات و کمیسیون از فروش مغازه‌هایی که معرفی می‌کنن درمیارن و اینجوری میتونن اپ و خدماتش رو مجانی در اختیار کاربر قرار بدن. اما چون افراد زیادی دارن روی این نوع اپ‌ها کار می‌کنن، رقابت تو این زمینه خیلی زیاده. سازنده اپ اسنپ فشن برای اینکه بتونه تو رقابت پیشی بگیره، یه سرویس دیگه رو هم به این اپ دستیار خریدش اضافه کرده، به نام بادی شیپ انالایزر، که با بررسی فرم بدنتون بهتون میگه چه مدل لباسایی بیشتر بهتون میاد و براتون مناسب تره و چه مدل لباسایی به دردتون نمیخوره. البته میدونم خیلیاتون مثل من آخرش هم کار خودتون رو میکنین و دوست ندارین یه اپ بگه چی بپوشین. خب این از این گزارش، بریم سراغ بیتا ببینیم که این بار چه در چنته داره. وردپرس، تایپ پد، پوسترس، تامبل آر، یه دسته از پلتفرم‌های مخصوص بلاگ نویسی. یه تخمین سرانگشتی میگه که در حال حاضر بیشتر از 100 میلیون بلاگ توی مجموعه این پلتفرم‌ها جمعن. حالا اصلا حرفشون چی هست؟ اگه حواس بلاگ نویسی دارین ولی نمیدونین چی میخواین بگین، پرکولیت میتونه براتون راهنمای نوشتن باشه.
این سایت با ادغام مایکرو بلاگینگ و مجموعه ای از محتوای توییتر شما و RSS فید گوگل ریدرز مقاله هایی رو که احتمالاً براتون جالبن جمع میکنه تا نظرتون رو توی یه پلتفرم خوش ترکیب به صورت بلاگ دربارشون بنویسین. سایت هنوز تو مرحله آلفا تسته، بنابراین باید ثبت نام کنید و منتظر بمونید تا براتون دعوتنامه بیاد. با اینکه چند وقتی هست که تو این وضعیته، موفق شده تعداد زیادی کاربر جذب خودش بکنه. در نتیجه فکر میکنم ارزش اینو داره که تا مرحله نهایی منتظر بمونید. مثل سایت‌های اجتماعی دیگه، اینجا میتونید با کاربرای دیگه ارتباط برقرار کنید و درباره موضوع مورد نظرتون صحبت کنید. البته اینم بگم که اینجا اجباری به نوشتن نیست و میتونید فقط برای خوندن نوشته های دیگران به سایت سر بزنید. از شما چه پنهون؟ یکی از فعالیت های مورد علاقه من توی فیسبوک اینه که وقتی از سفری برمیگردم دربارش با دوستام حرف بزنم و ازش عکس آپلود کنم. اما حالا که gecko.com اپلیکیشن فیسبوکش رو راه اندازی کرده، دیگه برنامه سفرامو از قبل با دوستام در میون میذارم تا ازشون درباره بعضی چیزا نظرخواهی کنم. gecko یکی از بهترین سایت‌های مشاوره و توصیه در زمینه مسافرت و هتل است و اینکه الان جزوی از فیسبوک شده به نظر من امتیاز خیلی بزرگیه، چون واقعیتش رو بخواید فکر کنید کی بهتر از دوستاتون میتونن بهتون مثلا درباره یه هتل خارج از کشور مشاوره بدن. با استفاده از این اپ میتونین درباره چیزایی مثل هتل‌ها، مکان‌های توریستی، فعالیت‌های تفریحی، رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها و خیلی چیزای دیگه از بقیه کاربرای گکو نظرخواهی کنین. حتی میتونین مثلا اگه گروهی سفر می‌کنین، برای محل اقامت مورد نظرتون درخواست تخفیف کنین و مالک از طریق اپلیکیشن بهتون جواب میده و با هم درباره قیمت صحبت می‌کنین. با اینکه توی اپلیکیشن‌های ویندوز فون 7 خیلی جای انتخاب زیادی وجود نداره، ولی بعضی از اپ‌های موجود کاربردهای جالبی دارن. مثلا کول تولز که مجانی قابل دانلود کردنه، یه دسته از ابزار کاربردی روزمره رو تو خودش جمع کرده. چیزایی مثل کرونومتر و شمارش معکوس، چراغ قوه، خط‌کش، جدول تبدیل واحدهای اندازه‌گیری و تنظیم صدا برای هر چیزی که گوش می‌دین. واقعیتش رو بخواین فروشگاه آنلاین مایکروسافت یا ویندوز مارکت پلیس هنوز از نظر تعداد و تنوع اپلیکیشن‌ها اونقدر اشباه نشده و جای زیادی برای بهتر شدن داره. ولی این نسخه آخریش یعنی 7.5 خب امکانات خیلی بهتری بهش اضافه شده. اما با همه این حرفا به نظر من اگر نتونه بانک نرم افزاریش رو تقویت کنه، رقابت براش توی بازار سخت‌تر و سخت‌تر میشه. همونطوری که میدونین الان یه مدتیه که نوکیا به پشتیبانی از این سیستم عامل رو آورد. پس قاعدتا بعد انتظار همه‌گیر شدن این پلتفرم رو داشته باشیم. بعضی وقتا دوستای من توی فیسبوک یه اصطلاحات جدیدی به کار میبرن که تا روزی که من ایران زندگی میکردم همچین چیزایی وجود نداشتن. ظاهرا تعدادشون هم داره هی به سرعت بالا میره. امشب یه تیمی با برای بچه بذاریم در بند جونه کامبیز میتره کنیم خفن خودت بهش بگو بیا جنازه لنکروژه که زدم به دیوار برداره ببره. اگه شما هم توی فهمیدن این زبان امروزی که خصوصا بین جوونا خیلی رایجه مشکل دارین، رجوعتون میدم به سایت farsishahri.com. محتواشو خود خواننده ها به روز میکنن، یعنی شما هم اگه چیزی برای اضافه کردن دارین میتونین با مسئولای سایت در میون بذارین. سایت جالبیه، حداقلش اینه که میتونه کلی بخندونتتون چون توش کلمای عجیب و غریب و بامزه زیاده. اگه دنبال مطالب IT به زبان فارسی هستین، وبسایت سخت افزار رو بهتون پیشنهاد میدم که یه نشریه الکترونیکیه. اینجا میتونین به نقد و بررسی قطعات و تجهیزات سخت افزاری و مقالات خبری تحلیلی فناوری‌های جدید دنیای سخت افزار دسترسی پیدا کنین. البته محتواش فقط به سخت افزار محدود نمیشه و موضوعای دیگه‌ای از قبیل امنیت و شبکه، نرم افزار، بازی و سرگرمی و تصویرگری دیجیتال هم پوشش میده. خب
اینم از برنامه این هفته. شما میتونید تکرار این برنامه رو توی وبسایت ما ببینید، نشونیش هست bbcpersian.com/click. از همونجا میتونید نظراتتون رو برامون ارسال کنید. در ضمن میتونید برامون ایمیل بزنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk، یا اینکه میتونید توییت کنید نظراتتون رو با یک @persianclick تا به دستمون برسه. صفحه ما رو در فیسبوک فراموش نکنید. آدرسش هست facebook.com/persianclick. اونجا رو لایک کنید و با ما از اون طریق هم در ارتباط باشید. اینم از برنامه این هفته. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.